دستگیر شدند. ما بارها در ظرف چند سال گذشته در گرامی داشته عزیزان جان باخته طی برنامه‌های پی در پی که از طریق همین رهای زن پخش کردیم تقاضا کردیم از بازماندگان این جنایات که در مقابل دوربین‌ها حقایق را بازگو کنند تا نسل امروزی از صفحات تاریک تاریخ معاصر مطلع بشه و برای برچیدن نظام ظلم و جنایت و بی‌عدالتی آگاهانه قدم برداره. در برنامه ویژه این هفته گفتمانی دارم با یکی از زندانیان سیاسی سابق از فعالین حقوق بشر در اروپا که قریب 9 سال از عمر جوانی خودشون رو در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت ناهنجارترین اذیت و آزارها و شکنجه‌های جنسی سپری کردند. اجازه بدید ایشون رو بیارم روی خط تلفن. مینا زرین از زنان مبارز، با سلام و خوش آمدگویی شما به برنامه رهای زن. سلام می‌کنم به شما خانم همتی و بینندگان شما و به همه عزیزانی که صدای من رو می‌شنوند. بفرمایید. مینا زرین، اذیت و آزار و شکنجه جنسی، تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی شهرت جهانی یافته، اما دوره‌ای که شما در زندان بودید در سال‌های اول حکومت جمهوری اسلامی این امر به وفور اتفاق افتاده. خود شما بین سالهای 60 تا 69 در اسارت جمهوری اسلامی بودید. سال اولم این هستش که چه سنی بودید که دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه رفتار و برخوردهایی با شما شد؟ من 19 سالم بود که در اتوبوسی که از نازی‌آباد به منیریه تهران میرفت دستگیر شدم. مرد پاسداری با کلت به سر من فشار داد و با کلت کمریش گفت اگر تکون بخورم در همونجا به سر من شلیک خواهد کرد. من رو از اتوبوس پیاده کردن. مردمی که زنانی که اونجا دور من جمع شده بودن اینها نمیخواستن که منو بذارن که اینها منو ببرن توی کمیته 10 یا 13 نازی‌آباد که یکی از معروفترین کمیته هایی که زیر نظر دادستانی کار میکرد. ولی اینها اولش پاسدارا گفتن که این دختر نارنجک داره و اون زنان اعتراض کردن. زنانی که نمیخواستن من دستگیر بشم گفتن که خب میتونید این زن رو بگردید و بعد از اون پاسدار دید که نمیتونه با این قضیه مقابله کنه، گفت این یک زن فاحشه‌ایه و من رو به شکل خیلی وحشیانه تو یک چشم هم زدن منو کشوندن و بردن توی داخل کمیته. در داخل کمیته یک زن پاسداری به طور خیلی فجیحی و خیلی کثیف به سینه های من، کمر من و شکم من دست میزد و با انگشتش جاهای حساس من رو دست میزد که خدای نکرده خودشان من نارنجک یا چیز دیگه رو نداشته باشم. توی آزار جنسی رو که به من رفته توی همون شب که اونا نمیتونستن منو توی اون کمیته 10 یا 13 نازی‌آباد منو نگه دارن، از در پشتی با یک ماشین شخصی من رو میخواستن موقعی که خارج کنن. وقت شب بود و اونجا کاملا تاریک بود، منو مجبور کردن که من برگردم و با یه حالتی به پشت به توی ماشین بشینم. وقتی که من حالت نشسته در واقع به عقب مینشستم، با پوتین سربازیش به قسمت تناسلی بدن من ضربه میزد و با قنداق تفنگ مدام میزد به پشت و گردن من که آسیبای خیلی جدی رو من گرفتم. توی اون لحظه وقتی که این توپ با پوتین سربازی زد به لای پای من، من احساس کردم که تمام بدنم داغ شد و احساس کردم یک تیکه از بدن من از من جدا شد و به آسمون رفت. درد بسیار شدیدی گرفتم و همونجا احساس کردم که بدن من پر از خون شده. تا اینکه من آوردن توی یک کمیته دیگه که توی اونجا من دیدم که تمام بدنم پر از خونه. یک پاسدار مردی اومد و من ازش چیز خواستم، نوار بهداشتی خواستم. برگشت به من گفتش که خجالت نمیکشه، از ما نوار بهداشتی میخواد. بعد که اون که رفت یه مرد دیگه اومد، بعد به اون گفتم که من نوار بهداشتی میخوام. با یه حالت خیلی خریدار و با یک حالت شنی به من نگاه کرد و با یک نگاه خیلی کثیف
و رفت و باز هم برای من نوار بهداشتی نیاوردن. بعد از اون یک مرد دیگه‌ای که یک مرد پاسدار دیگه‌ای بود که مسئول زدن من بود، اون اومد و بدون خجالت و بدون که خجالت بکشه به من نوار بهداشتی داد. یا توی گوهردشت وقتی که ما توی سال 61 وقتی که ما رو برده بودن توی سلول ها، اونجا به ما گفتن که بایستی ما لخت بشیم و من چادر داشتم و چشم‌بند. من به ظاهر قانون اون خانم رو رعایت نکرده بودم، اون زن پاسدار نادری که من لباس زیرم به تنم بود، اون به شکل شنی کشید پایین و گفتش که داری مقاومت میکنی، ما بهت نشون میدیم که مقاومت یعنی چی. و آزارهای جنسی بسیار زیادی علاوه بر کابل و بازجویی و شکنجه، آزار و کنترل مضاعف و چشم کرانی ها و لحن گفتاری کثیف و هیزی رو داشتن که آرامش جسمی و جنسی زن رو توسط زندانیان، توسط زندانبانان و بازجویان در واقع این به هم می‌زد و دو زندان رو در درون زندان برای زن زندانی ایجاد کرد. لطف کنید مشاهدات خودتون رو به تجاوزهای جنسی به زنان زندانیان سیاسی برای بینندگان ما باز بکنید. ضمناً من می‌دونم که شما در سالهایی که در زندان بودید، همطور که خودتونم توضیح دادید، ضربه های زیادی، شکنجه های زیادی دیدید. آیا علت اینه که در حال حاضر با عصا شما راه میرید به خاطر همین ضربه هاییست که به پشت و پای شما خورده؟ برای ناراحتی گردن و پشت که ناراحتی خیلی عجیب و غریبی رو دارم، آرتروز گردن از 21 سالگی گرفتم که این اصلا یک بیماریه که مولای یک کسی که 60 70 سالشه، ولی این بیماری مفصلی رو من در زندان گوهردشت بودم، تب بسیار شدیدی گرفتم، اینا رسیدگی نکردن، تمام مفصل‌های من عفونت کرد، من ماها در زندان نمیتونستم رو پای خودم برم و با یک راهرو بسیار کوچیکی 20 دقیقه تا 25 دقیقه طول میکشید. توی خارج از کشور این رو توی سال 2008 عمل کردم. فعلا این مراحل به خوبی خودش طی نشده به خاطر اینکه در این سن الان اون جواب درست رو نمیده و در حال حاضر با عصارا میدم. مشاهدات خودم هم یکی از مشاهدات مشخص اینکه در خود زندان اوین یک دختری رو بهش تجاوز میکنن، این هم اینجوری بود که زنان رو به طور فلدهی به حسینیه اوین میبردن برای اینکه بخوان که اعترافات و مصاحبه های دیگران رو نگاه کنن. توی یکی از این برگشت های که به حسینیه به در واقع بند میومدن، یکی از دختران ناپدید میشه. دوست این دختر در واقع به مسئول بند خبر میده که دوست من نیومده و بعد از یک روز و نصفی این دختر پیدا میشه. وقتی به بند میاد گریه میکنه و مدام گریه میکرد، افسرده شده بود، ناراحت بود، اصلا نمیدونست که چی کار باید بکنه، ولی دوستش بهش میگه که ما باید بریم به مسئول بند بگیم که به تو تجاوز شده و اینها رفتن به مسئول بند گفتن. مسئول بند باور نمیکرد که به این دختر این مسئله پیش اومده و اینها این دختر رو بردن برای بازجویی و دریغ و درد که اینها این تجاوز رو قبول نکردن و گفتن شما دارید به پاسدار ما توهین میکنید. و برای اینکه این دختر بهش تجاوز شده بود بهش ضربه های شلاق و کاب زدن. مینا زرین، اصلاح طلبان امروزی درون حکومت جزء گردانندگان و مسئولین دستگاه‌های مختلف حکومتی بودند. چه خاطره ای از اونها دارید، خصوصا اگه بخوام نام ببرم از شخصیت‌های مانند آقای کروبی و مخمل باف؟ کروبی که در اون دوران رئیس مجلس بود و خب ما می‌دونیم که بر زنانی که در مردانشون در دوران جنگ کشته شده بودن چه بلاهایی خودش به سرشون آورده و این اخباری که خود آقای کروبی داده بیرون، خبرهایی که توی کهریزک بوده، در واقع قبل از اون این خبرهای تجاوز بوده و این خبرهای تجاوز برای 2 هفته و 3 هفته نیست، 30 ساله که به این به اسم قانون شریعت و مهر شریعت که زده میشه
به زنان و دختران باکره قبل از مرگ بهشون تجاوز شده و به خاطر اینکه به بهشت کذایشون نرفتن. مخمل باف هم که یکی از چهره‌های شناخته شده در زندان هست، مسئول فرهنگی زندان قزلحصار بود، حتما من رو میشناسن. من هر وقت که ایشون رو میبینم در چهره‌های به قول معروف در تلویزیون سرم و دلم و جانم درد میگیره، که خودش یکی از مسئولای فرهنگی بود که بعد از تابوت‌ها مقام بالاتر و بیشتری از حاج داوود رحمانی که همه اینها همه میشناسن که جزء شکرگزاران هستن از اون بالاتر بود، و خودش توی جو توافسازی و اعترافگیری و اینکه بخواد که بخش‌های فرهنگی رو مبارزین رو به مسئله مصاحبه و سرکوب بکشونه نقش بسزایی داره. مینا زرین، با سپاس فراوان از اینکه در این گفتمان شرکت کردین. شب و روز خوشی رو براتون آرزو مندم. ممنون از شما.